کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. گپی با عزرائیل، نوشته دکتر محمد رضا پوریان با مقدمه ای از عمران صلاحی، مجموعه ای از گفت و شنود ها، رساله های طنز، گپی با عزرائیل و برگی چند از دفتر خاطرات یک مرده. چاپ اول آگوست سال 2000 میلادی، سوئد، ناشر آلفابت ماکسیما. تضمین نویسنده و ناشر کتاب. خواندن این کتاب را به کسانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند توصیه نمی کنیم. به هر صورت برای به دست آوردن کتاب گپی با عزرائیل انتخاب های زیر موجود است. به یکی از کتاب فروشی های ایرانی مراجعه کرده، بهای کتاب را که 29 کرون و 90 اوره است پرداخت کرده، آن را با خود به منزل برده و از آن استفاده کنید. سوء استفاده از این کتاب اکیداً ممنوع است. اگر این ماه پول کم می آورید، می توانید آن را به اقساط دراز مدت و بدون بهره خریداری نمایید. اگر با نویسنده یا ناشر سلام علیک دارید، حتی می توانید آن را مجاناً دریافت کنید. اگر قدرت خرید ندارید، می توانید آن را قرض کنید و بخوانید. اگر سواد خواندن ندارید، حاضریم آن را برای شما بخوانیم. جایش مهم نیست، یا شما می آیید یا ما می آییم. هدف خواندن است. اگر حوصله بیرون رفتن ندارید، حاضریم آن را برای شما پست کنیم. اگر مطالب کتاب را درک نکردید، حاضریم آن را برای شما تشریح کنیم. جایش هم مهم نیست. هدف تشریح کردن است. و در نهایت اگر باز هم از کتاب خوشتان نیامد، بدون رو در بایکم و یا دو زبان داشت. همینطور چه عیبی داشت که بعضی از اعضای دیگر بدن که فرد هستند و من واقعا خجالت میکشم به خاطر عفت کلام اسمشان را ببرم، مثلا زبان، جفت خلق میشدند. البته جفت بودن تمام اعضای بدن فواداز معاصر ایران. میم ر پوریان. بخشندگان عمر. مقدمه عمران صلاحی. اگر یک نمکدان را نشان یک آدم معمولی بدهی و بپرسی این چیست، خواهد گفت نمکدان. اگر بپرسی به چه درد می‌خورد، خواهد گفت به درد خوشمزه کردن غذا. اما اگر همین نمکدان را نشان یک طنزنویس بدهی و بپرسی این چیست، همه چیز خواهد گفت غیر از نمکدان. اگر بپرسی به چه درد می‌خورد، خواهد گفت به درد این که من بنشینم در بارش طنز بنویسم. کاری که مثلا پرویز شاپور با سنجاق قفلی کرده است. طنز نویس چنار را چنار نمی بیند. منار را منار نمی بیند. او می تواند از این دو چنان تصویری بسازد که شما را از خنده روده بر کند. او می تواند از هیچ همه چیز بسازد. دکتر پوریان همانطور که میتواند جسم انسان را تشریح کند، روح انسان را هم میتواند تشریح کند. او حتی گاهی به روح اشیا دست پیدا میکند و از زبان پدیده های نامرئی همچون درد سخن میگوید. او میتواند پشت هر چیزی چیز دیگری را ببیند. من با اینکه خودم طنز مینویسم، خیلی کم خندم می گیرد و کمتر طنزی می تواند مرا بخنداند، اما با خواندن بعضی از طنزهای پوریان قاه قاه
خندیدم. پوریان با آنکه از بعضی طنز نویسان تأثیراتی مثبت پذیرفته، طنزش خاص خود اوست و مهر خود او را بر پیشانی دارد. نوشته های شیرین او نتیجه تجربیات زندگی خود اوست. آنچه در کارهای پوریان چشمگیر است، تنوع در قالب‌ها و مضامین است. همین ویژگی کارش را از یک نواختی نجات می‌دهد و باعث می‌شود خواننده با شوخی و رغبت آثارش را بخواند. پوریان هم طنز کتبیش خوب است، هم طنز شفاهیش. گاهی با قیافه جدی حرف می‌زند و تو حرفش را جدی می‌گیری، اما وقتی به قول معروف دوزاریت افتاد، می‌بینی همه‌اش شوخی بود. این ویژگی در طنز کتبی او هم وجود دارد. همین جدیت خنده را شدیدتر می‌کند و برد طنز را بیشتر می‌سازد. ما طنز نویسانی در ایران داریم که فقط از مسائل ایران می‌نویسند. طنز نویسانی هم در خارج داریم که باز هم از مسائل ایران می‌نویسند. در بسیاری از طنزهای پوریان ما با مسائل و مشکلات ایرانیان خارج از کشور آشنا می‌شویم. مسائلی که بسیار مضحک است و از نظرها دور مانده. ایرانیان خارج از کشور هم دچار تضادها و تناقضهایی هستند که نتیجه تأثیر فرهنگ‌های بیگانه است. طنزنویسی باید این تضادها را زیر ذره‌بین می‌گذاشت. پوریان چون محقق علوم پزشکی است، کارش از ذره‌بین گذشته و به میکروسکوپ کشیده است. اگر سازمان نظام پزشکی اعتراض نکند، می‌خواهم در امور پزشکی دخالت کنم. چندی پیش یکی از روزنامه‌ها نوشته بود علم پزشکی ثابت کرده است که اگر کسی روزانه 5 دقیقه بخندد، 5 سال به عمرش اضافه می شود. حافظ هم می گوید ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند. دکتر پوریان هم از ترکان پارسی گویی است که می خواهد با ایجاد خنده بر عمر انسان بیفزاید. برای خودش هم طول عمر آرزو می کنم. عمران صلاحی، استکهلم، فوریه سال 2000. پیشگفتار. زندگی از وقتی جالب شد که انسان‌ها با هم اختلاف سلیقه پیدا کردند، از جمله درباره طنز. عامل اصلی این اختلاف سلیقه‌ها در مورد درک طنز در انسان‌های مختلف بدین قرار است: سن، جنس، ملیت، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حالت روحی، میزان رفاه اجتماعی، سلامتی، میزان سیر بودن شکم خود و خانواده و ده‌ها مورد دیگر. بنابراین نه انتظار دارم و نه تضمین می‌کنم که تمام مطالب این کتاب قادر باشند لبخند را بر لبهای همه شما ارمغان بیاورند. نوشتم که انسان‌ها برای درک طنز پیمانه‌های مختلفی دارند، یعنی اینکه خیلی از عوامل دست به دست هم می‌دهند تا شما از یک طنز لذت ببرید. برای مثال از کار یا اداره به منزل می‌آیید، در را باز می‌کنید، می‌بینید صورت حساب‌های مختلفی که باید در آخر ماه پرداخت کنید پشت در منتظر شما نشستند. در این لحظه هر قدر از طنزها و لطایف عبید زاکانی بگویند یا حتی شما را قلقلک هم بدهند، نمی توانید بخندید. با وجود این سعی کنید همیشه لبخند بزنید، چون وقتی تبسم به لب داشته باشید، مردم خیال می کنند چین و چروک صورتتان به علت تبسمتان است. به هر حال درک طنز خود یک هنر به شما می رود. امیدوارم شما هنرمند باشید. در غیر این صورت با خواندن این کتاب
وقت تلف می‌کنیم. متاسفانه به کار بردن کلمه خر در فرهنگ ما بی‌ادبی است، در صورتی که خر موجود عزیزی است. در بعضی موارد حیوانات حتی شریف‌تر از بعضی انسان‌ها هستند. اگر حرف مرا قبول ندارید، از جناب دکتر لطفعلی صورتگر دفتر خاطرات یک الاغ در کتاب اندر حکایت درد و یا از آقای نیچه فیلسوف آلمانی بشنوید که میگویند شرط اول یک انسان شریف آن است که حیوان کاملی باشد. در این کتاب از ازدواج خیلی می‌خوانید. علتش این است که ما انسان‌ها از ازدواج سوء استفاده می‌کنیم. یک روز عاشقیم، ازدواج می‌کنیم و دلبرمان را با فرشتگان برابر می‌دانیم و بعد از مدتی او را با رفتار و کردار خود آنقدر زجر می‌دهیم که مرگ را بر زندگی ترجیح دهد. چرا؟ زیرا که گرفتاری‌های زندگی و گذشت زمان، کیفیت و کمیت سلول‌ها، هورمون‌ها، پروتئین‌ها، املاح و مواد شیمیایی کارکرد مغز ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درست به همین خاطر است که انسان تنوع طلب، زودرنج، خودپسند و جاه طلب شده، انتظار و عقیده‌اش عوض می‌شود. خنده، خوشبینی و شوخ طبعی عمر انسان را افزایش می‌دهد. امروز این باور که شوخی و خنده می‌تواند باعث سازگاری با درد شود در همه جا رواج یافته است. برای مثال در تحقیقی که روی 53 بیمار مبتلا به درد مزمن ناشی از سرطان انجام گرفته، مشخص شده است که بیماران از خندیدن به عنوان مؤثرترین درمان غیر دارویی درد نام می‌برند. امیدوارم که شما دردهای خود را با طنز درمان کنید و از دست پزشکان در امان باشید. در بخش اول از زندگی و مرگ نوشتم. متاسفانه مردم غافلند از اینکه زندگی برای بسیاری از ما در کنار مرگ زیستن است و مرگ مانند سایه همواره ما را دنبال می‌کند. در بخش دوم مرده‌ای از کشور عراق سه خاطره برای ما تعریف می‌کند. در خاطره اول از قاتلان خود تشکر می کنم. خاطره دوم را از صف انتظار بین جهنم و بهشت ارسال داشته است و خاطره سوم مربوط به جهنم عراق است. آنطور که از متن خاطره برمی آید، عراقی ها برای خودشان جهنمی دارند که با جهنم سایر کشورهای دنیا فرق می کنند. مطمئن هستم که در این کتاب غلط‌های املایی و انشایی بسیاری وجود دارد. محبت کنید، آنها را پیدا کرده و اصلاح کنید. حالا دنیا دنیای 50-50 است. نوشتن از ما، غلط‌گیری از شما. اگر غلط‌های املایی و انشایی را پیدا کردید و به خاطر لجبازی با نویسنده و ناشر نمی‌خواهید آنها را اصلاح کنید، نویسنده را عفو کنید که به قول آقای تنکابونی در عفو لذتی است که در انتقام نیست. بخش اول آماده شدن برای رفتن. وصیت‌نامه یک بنده خدا. یک، در کنار نامحرم مرا خاک نکنید. کنار نامحرم خوابیدن گناه دارد. دو، در زندگی هر چه دارم بردارید، احتیاجشان ندارم. سه، اگر پزشک قانونی علت مرگ مرا ایست قلبی اعلام کرد قبول نکنید، مرا در زندگی زجرکش کرده. چهار،
مریم را به دشمنان خوب و به بازجویان عزیزم تبریک بگویم. 5. از کسانی که قرض گرفتم حسابشان را دارم. بعداً خودم سر فرصت حسابشان را میرسم. 6. برایم نذر و صدقه نفرستید. جا ندارم. 7. از کسانی که در زندگی برایم گل آوردند خیلی ممنونم و کسانی که میخواهند برای اولین بار به من گل بدهند گلها را خودشان استفاده کنند. 8. بعد از مرگم دانشجویان پزشکی، مهندسی، هنرهای زیبا و ادبیات هر عضوی از بدن مرا که بخواهند میتوانند بردارند و روی آن تحقیق کنند. فقط از کمر به پایینم را دست نزنم. شاید روزی خودم احتیاجشان داشت. 9. سنگ قبر برایم نگذارید که به اندازه کافی در زندگی زیر فشار بودم. در ضمن دوست ندارم روی قبرم چیزی بنویسید. اگر میخواستم خودم یک عمر وقت داشتم چیزی روی سنگ قبرم مینوشتم. ننوشتم چون نمیخواهم نکیر و منکر دوستان و دشمنان خانه ابدی مرا بشناسند و وقت بی وقت مزاحم خواب ابدی من شود. اگر اصرار دارید و یا به خاطر چشم و همچشمی دوست دارید چیزی روی قبرم بنویسید بی اختیار متولد شد، بی اختیار و با تهدید پلیس و مادرزنش ازدواج کرد، بی اختیار هم مرد. از فاش کردن اسم و مشخصات این مرحوم معذوریم، زیرا شناسنامه‌اش را فعلا برای گرفتن کوپن احتیاج داریم. امضا محفوظ. 10. لباس سیاه بر تن نکنید. لباس مشکی برای عروسی مناسب تر است. 11. اگر دلتان گرفته است و می‌خواهید گریه کنید لطفاً مرگ مرا بهانه نکنید. به حال خودتان گریه کنید که می‌خواهید چند سباهی زندگی کنید. 12. نگران سفر بی بازگشت من نباشید. آنچه احتیاج دارم با خودم می‌برم. 13. از مرده‌شوی بخواهید تا بهترین لباس مرا بر تنم کرده مقداری دلار آمریکایی، چند عدد کاندوم مصرف نشده و یک قوطی آسپرین تاریخ نگذشته در جیب چپم بگذارم. لابد تعجب می‌کنید که این سه چه رابطه‌ای با هم دارد. علتش را وقتی که مردید و آمدید جهنم در گوش شما خواهم گفت. فقط مواظب باشید که کاندوم ها سوراخ و دلار ها تقلبی نباشد. 14. اگر توان مالی داشتید بدهید قلب صاحب مرده مرا آزمایش کنم. خیلی دلم میخواهد بدانم گنجایش قلبم چقدر است که توانسته تمام انسان های واقعی در سراسر دنیا را در خود جا دهد. وقتی پزشکان سرگرم مطالعه قلبم هستند، هر کدامتان که زبانتان خوب است از ایشان درباره طرز کار قلب صاحب برده من سوال کنید. میخواهم بدانم قلبم چطور توانسته آن همه عشق و نفرت را در کنار هم جا دهد. بعد از پایان تحقیقات، قبل از اینکه بخواهند قلبم را باند پیچی کنند، شاخ گلی که نشانه سپاسگزاری من است بین دهلیز راست و دهلیز چپ قلبم بگذار. 15. برای تشییع جنازه‌ام از کسی دعوت نمی‌کنم، ولی از مهمانان ناخوانده‌ام پیشاپیش تشکر می‌کنم. 16. دست و پایم را نبندید، زیرا به اندازه کافی در زندگی دست و پایم بسته بود. آخر زندگی میخواهم آزاد باشم. در ضمن به همراه جنازم یک چماق در قبرم بگذارید تا به موقع بتوانم
از حق خودم و دیگران دفاع کنم. 17. به کسانی که قرار است زیر تابوت مرا گرفته و آن را تا منزل ابدی این جانب روی دوششان حمل کنند، قبلا خسته نباشید می‌گویم. 18. به کسانی که می‌خواهند از تشییع جنازه بنده سوء استفاده کرده و آن را به تظاهرات تبدیل کنند، توصیه می‌کنم از همین حالا بر و بچه‌ها را جمع کرده و اختلافات خود را حل کنند و کمیته‌ای تشکیل دهند و در مورد شعارها به توافق اساسی برسند. 19. لطفاً کلمه ناکام را در مورد بنده به کار نبرید، زیرا به کوری چشم دشمنان به محض اینکه از دست تشییع کنندگان خلاص شوم با فرشته‌ای باکره قرار ملاقات دارم. 20. اگر بخواهید از قبر دو طبقه استفاده کنید، من می‌خواهم رو بخوابم تا آزادی عمل بیشتری داشته باشم. تازه خودتان هم سعی کنید زیر نخوابید. صورت خوشی ندارد و برای کمرتان هم خوب نیست. 21. به محض اینکه در بستر مرگ افتادم، برای دریافت اجازه مجلس ترحیل اقدام کنید تا لااقل روحم مثل خودم سرگردان نشد. 22. از اینکه بین سلول‌های بدنم تبعیض قائل شدم و بعضی از آنها را روی تخم چشم‌هایم گذاشتم و جمعی دیگر را پوشیده نگاه داشته و در دسترس عموم قرار ندادم، شرمنده‌ام. علت این کوتاهی از جانب بنده نبود، بلکه طبق قوانین دست و پاگیر ایالتی و ولایتی مجبور بودم بین محرم و نامحرم فرق قائل شدم. روی همین اصل بود که بعضی از اعضای بدنم را که مختص محرم ها بود به نامحرم ها نشان ندادم تا به هنگام مرگ اشکال تراشی نکنند و مرا به بهشت ببرند. 23. بعد از فوت بنده، هر کس که آمد و خود را فرزند من معرفی کرد شک نکنید، ولی برای اطمینان خاطر یکی از سلول‌های بدنش را توسط آزمایش DNA در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دهید. اگر نتیجه مثبت بود، او را هم مثل بقیه در لیست وارثان این جانب قرار دهید. 24. به جای خداحافظی میگویم مواظب همدیگر باشید. منتظر تمام دوستان و دشمنان عزیزم هستم. لطفاً زیاد طولش ندهید. بقیهش با من. روز و ساعت رفتن را خودت انتخاب کن. بقیهش با من. میخواهم مجلس ترحیمت را در حضور خودت برپا کنم. تو دوست و آشنا زیاد داری. سوراخ و سنبه اداره ها را هم بلدی. فقط اجازه برگزاری مجلس ترحیم را خودت بگیر. بقیهش با من. هر کسی میخواهد برایت گل بیاورد، خودت از او تشکر کن. هر کس میخواهد در مجلس ترحیمت گریه کند، عشقهایش را خودت پاک کن. هر کس در ختم تو بخواهد شادی کند، حسابش را خودت برس. تو دست بزند خوب است. دلم میخواهد سرگذشت زندگیت را که قرار است در مجلس ختمت بخوانند خودت ویرایش کنی. با کسانی که نمیشناسی ولی دلشان می‌خواهد در مجلس ترحیم یا تشییع جنازه شرکت کنند، آشنا شده و خودت از ایشان تشکر کن. حسابت را با طلبکاران تصفیه کن و وصیت‌نامه‌ات را بنویس. بده همه آن را امضا کنند تا بعداً یقه ما را نگیرند. واقعاً اگر می‌خواهی فکرت راحت باشد، می‌توانی قبل از رفتنت
دست همسرت را هم در دست کس دیگری که دوست داری بگذارد. اگر هم حسود هستی و نمیخواهی بعد از تو دست کسی به همسرت بخورد، میتوانی مخارج کفن و دفن همسرت را متحمل شده و او را هم همراه خود ببری. اینجوری هم فکر خودت راحت میشود، هم فکر ما. در ذهن میتوانی محل، اندازه و نوع قبرت را انتخاب کنی. دست خط تو بهتر از ماست. سنگ قبرت را هم با خط خودت بنویس. هر چه میخواهی روی آن بنویس. بقیهش با من. اندر فواید کهنسالی. سالخوردگان سرد و گرم زندگی را چشیده و به مراتب درک بهتری دارند. در کهنسالی قد آدم کوتاه‌تر می‌شود. در نتیجه پارچه کمتری برای دوخت لباس به کار می‌رود. پیران کمتر دچار بیماری‌های حاد و حساسیت‌ها می‌شوند. سالخوردگان به جای سرعت عمل دقت عمل دارند. احتیاج کمتری به غذا دارند. در اتوبوس همیشه جای خالی برای ایشان هست. کمتر کسی میتواند سرشان کلاه بگذارد. چشمهایشان کمسو شده، در نتیجه بسیاری از زشتیها را نمیبینند. اکثرا کمخواب هستند. در نتیجه کمتر دزدی میتواند به خانهشان ناخنک بزند. اجازه دارند به هر کجا که میروند چماق یا عصایی با خود حمل کنند. اتوبوس و قطار را نیمه بها سوار میشوند. در سلمانی ها از تخفیف ویژه برخوردارند. اسرائیل هر روز به ایشان سر میزند. حقوق بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد. دوستان و وابستگان درجه اول و دوم از دوروبرشان می‌روند و کسی وقت و بی وقت مزاحمشان نمی‌شود. کمتر کسی به سالخوردگان زنگ می‌زند. بنابراین آنها می‌توانند بدون مزاحمت هر موقع از روز و شب که خواستند بخوابند و استراحت کنند. وقت زیادی برای مطالعه و نوشتن خاطرات خود دارند. می توانند تمام مطالب روزنامه ها را برای چندمین بار از سر تا ته به دقت بخوانند و در لیست درگذشتگان چند نفر آشنا پیدا کنند. سالخوردگان معمولا تنها زندگی می کنند. بنابراین اشتهایی به غذا و خوراکی ندارند و از این راه می توانند کلی پول پسنداز کنند. طلبکاران و بازماندگان همیشه جویای حالشان هستند. به علت فقدان روابط جنسی امراض معاربتی به سراغشان نمی آید. از آنجا که هیچ بانکی حاضر نیست با آنها وام بدهد، احتیاجی هم به بازپرداخت اقساط ندارد. به سبب ضعف شنوایی حرفهایی را که پشت سر آنها زده می شود نمی شنوند. بنابراین کینه ای از کسی به دل نمی گیرند. کهنسالی مقارن است با رهایی از دردسرهای عاشقی، ازدواج، تشکیل خانواده و شاید هم طلاق. در زنان کهنسالی مصادف است با قطع عادت ماهانه. در نتیجه آنها بهتر می توانند اعصاب خود را کنترل کنند. فقط سالمندان می توانند بدون شورای پزشکی رسما بازنشسته شوند. کهنسالان را معمولا به مجالس عروسی و تولد دعوت نمی کنند و در نتیجه نیازی به تهیه هدیه ندارند و این خود نوعی پسنداز است. سالمندان معمولاً از مد روز پیروی نمی کنند. بنابراین تا آخر عمرشان از لباس و کفش کم نمی آورند.
در مردها سالخوردگی مقارن است با ریش سفید بودن محله. احتمال دارد لقب حاج خانم و حاج آقا هم به آنها تعلق گیرد. سالمندان می توانند با خیال راحت بنشینند و به اشتباهات خود در دوران جوانی مثل ازدواج، بچه دار شدن و غیره فکر کنند. لقب پدر بزرگ و مادر بزرگ به ایشان تعلق می‌گیرد. اطلاعات و تجربه بیشتری در مورد دردها و امراض مختلف دارند. دهها امتیاز دیگر مخصوص پیران است. امیدوارم که شما هم پیر شوید. اندر فواید بیمار بودن. قدر سلامتی را بیشتر می دانید. بیمار بودن امکان مرگ را در شما افزایش می دهد. کسب و کار پزشکان و آزمایشگاه ها رونق می گیرد. از حقوق ویژه بیماری برخوردار می شوید. لازم نیست صبح زود از خواب شیرین بیدار شده و برای رفتن به سر کار یا اداره کاریابی دنبال اتوبوس بدوید. اجازه دارید چند روزی در یکی از بیمارستان‌ها استراحت نموده فرشتگان زیباروی و سفیدپوش ناز شما را کشیده تر و خشکتان کنند و یا در خانه دراز کشیده و به همسر و بچه‌هایتان ظلم 24 ساعته عزرائیل بالای سر شما کشیک می دهد. دشمنان خود را شاد می کنید. دوستان و بازماندگان با گل به دیدنتان می آید. قضا کم می خورید و به بقیه اعضای خانواده و اندازه کافی قضا می رسد. چربی های اضافی بدن شما آب می شود. کسی از شما انتظار بوسه ندارد. به احترام بیماری همسر و سیغه هایتان سوار شما نمی شود. اندر فواید مرگ. به امید مرگ طبیعی مردم دست به خودکشی نمی زنند. برای بعضی ها مرگ تنها راه نجات از دردها و بدبختی هاست. هرچه زودتر بمیرید از لحاظ اقتصادی به نفعتان است، زیرا با گذشت زمان مخارج کفن و دفن هم گرانتر می شود. نیازی به دارو، پزشک و بیمارستان ندارید. از نق زدنهای همسرتان رها می شوید. عزرائیل اسمتان را از لیست خود خط می زند. اگر مرد خدا باشید، اجازه مجلس ترحیم توسط اداره مربوطه به نام شما صادر می شود. دستگلهای زیادی نثار شما خواهند کرد. کلی حمد و سوره و خیرات برای شما می فرستند. لقب مرحوم و یا مرحومه به شما تعلق می گیرد. همسر جوان شما اگر دارید می تواند برای بار دیگر تجدید فراش کرده شانس خود را دوباره امتحان کند. از دست طلبکارها رها می شوید. از شر صاحب خانه و اجاره منزل رها می شوید. بیماری و سرطانهای مختلف سراغ شما را نخواهد گرفت. از پرداخت مالیات و عوارض شهرداری معاف می شوید. هیچ دردی را احساس نخواهید کرد. در برابر تمام مشکلات زندگی خونسردی خود را حفظ خواهید کرد. بعد از مرگ هیچ گونه صورت حسابی به نام شما صادر نخواهد شد. در غیر این صورت
شما عذر موجه دارید که از پرداخت آنها سرباز زنید. اگر احیاناً ثروتی دارید، بازماندگان شما به نوایی می رسند. بعد از مرگ امکان اینکه سنگ قبر برای شما بگذارند بسیار زیاد است. از زندگی کوپونی و قسطی آزاد می شوید. قوانین و مالیات های جدید که بعد از مرگ شما وضع می شود شامل حال شما نخواهند شد. هیچ کس قانوناً و شرعاً اجازه ندارد سرتان کلاه بگذارد. ناگزیر نیستید در تظاهرات و در انتخابات اجباری شرکت کنید. از دست مادرزن و مادر شوهر بد اخلاق رها می شوید. اگر نویسنده باشید بعد از مرگ معروف می شوید. اگر در زندان باشید آزاد می شوید. اگر رئیس بودید سرانجام مردم به نوعی یادتان می کنند. لباس ها، کفش ها، عینک، دندان های مصنوعی و سایر متعلقات شما را به هموطنان عزیزتان می فروشند. با رفتن شما جای بیشتری برای افراد دیگر باز می شود. با مرگ شما تاریخ فرصت آن را پیدا می کند تا در مورد شما قضاوت کند. اگر مرد خدا باشید، بهشت با آن همه فرشتگان باکرش برای دیدن شما روز شماری می کند. اگر دوستان و یا بازماندگانی داشته باشید که وضع مالیشان رو به راه باشد، در اعلامیه مجلس ترحیم اسم شما را با خط درشت نوشته و در کوچه ها و محله ها نصب خواهند کرد. در مجلس ترحیم شما اگر اجازه آن صادر شد، دوستان اگر داشتید، همسرتان اگر در قید حیات باشد و با کسی روی هم نریخته باشد، بازماندگان اگر به کشورهای دیگر پناهنده نشده باشند و طلبکاران که حتماً دارید حضور خواهند داشت. و سرانجام امیدوارم که شما به مرگ طبیعی بمیرید و نه با ایست قلبی. بخش دوم از دفتر خاطرات یک مرده. اشاره: این بخش از کتاب مربوط به یک مرده است که 124 سال و 4 ماه پیش در عراق میزیسته است و طبعا تمام اتفاقات و مشاهدات این مرحوم مربوط به کشور عراق و در سالهای گذشته می باشد. همانطور که اطلاع دارید، پرونده های سیاسی، نظامی و محرمانه دولتی در بیشتر کشورهای دنیا بعد از 100 سال اجازه انتشار پیدا کرده و در اختیار عموم قرار می گیرند. در بین مرده ها هم چنین رسمی وجود دارد. مرده های عزیز و مهربان در 100 سال اول اجازه مکاتبه با دنیای خارج را ندارند. ما ضمن تشکر از این عراقی عزیز 3 مقاله ایشان را چاپ می کنیم. البته این عمل به مفهوم تأیید و تصدیق عقاید این مرحوم نیست. از دفتر خاطرات یک مرده، خاطره شماره 1. مدتی است که دار فانی را وداع گفتم. لابد دلتان می‌خواهد بدانید چگونه ابریق رحمت را سر کشیدم و چه کس یا کسانی در مرگ من مقصرند. مرگ این جانب به طور تدریجی شروع شد و تاریخ دقیق بریده شدن نفسم را به درستی به یاد ندارم، ولی می دانم که چند روزی طول کشید تا جسد بی جان مرا کشف کردم. در مورد مرگ بنده فرضیه های گوناگونی بر سر زبان ها بود
بعضی ها می گفتند خودکشی کردم. عده ای عقیده داشتند که ایست قلبی کردم. حتی گروهی مرگ مرا سیاسی تلقی کردند. جریان اینطور شروع شد که صبح یک روز آفتابی وقتی خواستم برای خرید نان از منزل بیرون بروم، دو نفر از هموطنان عزیزم که در تمام عمرم آنها را ندیده بودم و هیچ گونه سابقه دوستی یا دشمنی با آنها نداشتم، لطف کردند و مرا سوار اتومبیل بنز خود کرده و برای هواخوری به بیرون شهر بردند، بدون اینکه چشم داشت مالی از من داشته باشد. من همیشه آرزو داشتم سوار بنز آخرین مدل مشکی شده و برای هواخوری به بیرون شهر برم. این دو هموطن عزیز در بین راه سیگاری به من تعارف کردند که قبول نکردم و گفتم که برای سلامتیم خطرناک است. وقتی به بیابان رسیدیم نمیدانم پنچر کردیم یا بنزین تمام شد که اتومبیل از حرکت ایستاد و این دو هموطن مرا با زور از ماشین پیاده و عصبانیت خود را سر بنده خالی کردند. آنقدر مرا زدند تا مردم. یادم می آید وقتی من هم پنچر می کردم ناراحت می شدم ولی کسی را کتک نمی زدم. این جانب هیچ گونه شکایتی از این دو هموطن عزیز ندارم، زیرا که انسان بر اثر مشکلات فراوان زندگی کنترل خود را از دست می دهد. تازه من باید از این دو هموطن یا کسی که آنها را به در منزل این حقیر فرستاده بود ممنون باشم، زیرا قبل از این که مرگ سراغ مرا بگیرد مرا به یکی از آرزوهای دیرینم که همانا سوار شدن به بنز آخرین مدل با راننده شخصی بود رساندند. بین خودمان باشد، چه فرقی دارد که شخص خودش بمیرد یا کسانی او را در این مهم یاری کنند؟ من فکر میکنم اگر با مرگ طبیعی میمردم نه اینقدر عزیز میشدم و نه هیچ روزنامه حاضر میشد عکس رنگی مرا که در سالهای جوانی با کراوات انداخته بودم مجانی چاپ و زندگی نامه مرا زمینه کند، و یا کتابهای من که مدت‌ها نوشته و با هزینه شخصی چاپ کرده بودم و سالها بود که روی دستم مانده بود در عرض دو روز نایاب شد. اگر به مرگ طبیعی مرده بودم تا آخر عمر بدهکار مخارج چاپ کتاب‌هایم بود. به هر صورت از مرگم پشیمان نیستم، ولی از اینکه این دو هموطن ناگزیر شدند که از خواب شیرین دست برداشته و به خاطر من کلی رانندگی کنند تا جای مناسبی برای مرگ من پیدا کنند شرمنده شدم. از اینکه اسرائیل وظیفه خود را به افراد دیگری محول کرده بود کمی دلگیر شدم. عده زیادی از دوستان جدید و دشمنان قدیمی در تشییع جنازه بنده حضور به هم رسانده بودند. بعضی ها عکس های جوانی حقیر را بزرگ کرده و به همراه خود حمل می کردند. مرگ این جانب سبب شد که دوستان و دشمنان عزیزم که تا قبل از مرگم با هم کارد و پنیر بودند، حداقل تا خانه ابدی این جانب با هم همسفر شوند. این حقیر مرحوم از این همبستگی و اتحاد خوشحال شدم و از اینکه عزیز شده و با خیال راحت روی دوش هموطنان عزیزم دراز کشیده و به شعارهای انقلابی آنها گوش می دادم، برای اولین بار به مردن خود افتخار کردم. از دفتر خاطرات یک مرده، خاطره شماره 2. بعد از اینکه دوستان و دشمنان مرا در قبر تنها گذاشتند و رفتند، احساس تنهایی کردم. چند ساعتی نگذشته بود که دو نفر از هموطنان عزیزم آمدند و تمام دستگلهایی را که برایم آورده بودند بردند. چهره یکی از آنها برایم آشنا بود. این همان کسی بود که بارها از او گل خریده بود.
هنوز آب غسلم خشک نشده بود که نکیر و منکر بدون اجازه وارد شدند و پرسش و پاسخ را شروع کردند. همسر سابقم هرگاه که می‌خواست از کاری تفره برود سردرد را بهانه می‌کرد. با استفاده از این روش به نکیر و منکر گفتم که تازه از راه رسیدم، بی جان افتاده و حوصله هیچ کاری را ندارم. قبول کردند و رفتند. از حرف شنوی آنها تعجب کردم. انگار اینها هم پیام دوم خرداد عراق را شنیده و با مرده ها مهربانتر شده بودند. از مطلب دور نشدید. می دانم که قبل از هر چیز دلتان می خواهد بدانید که من در جهنم هستم و یا از بهشت با شما سخن می گویم. حقیقت این است که هنوز در صف نوبت هستم. نمی دانم کارمند کم دارند یا کارنامه زندگیم هنوز به دستشان نرسیده است. راستش خودم هم فکر نمی کردم که اینجا هم صف انتظار باشد. البته فکر نکنید که ناراحت هستم، نه، زیرا که بیشتر عمرم را پشت چراغ‌های قرمز و صف‌های مختلف گذراندم. از صف ثبت نام مدرسه، کنکور دانشگاه، خانه، نان، اتوبوس، پزشک و مواد غذایی گرفته تا صف توالت. اصلا من توی صف‌ها بزرگ شدم. در اینجا هم عجله‌ای ندارم تا تکلیفم روشن شود. تازه من فکر نمی‌کنم که حوریان باکره بهشتی هم در انتظار من نشسته باشند، زیرا که اگر خدا مصلحت می‌دانست حوری باکره را وقتی که زنده بودم نصیبم می‌کرد که متأسفانه نکرد. خودم می‌دانم که جهنمی هستم، ولی می‌ترسم تا آن موقع که نوبت به من برسد از بدشانسی جهنم هم پر شده باشد. حتما شما فکر می‌کنید دارم انتقاد می‌کنم. نه، زندگی بعد از مرگ هر چه باشد لااقل مشکلات دنیای زنده ها را ندارد. برای مثال نه اجاره خانه دارم، نه پول آب و برق می‌دهم، نه در فکر تهیه مواد غذایی هستم، نه محتاج دکتر و دارو و نه مجبورم به چیزی که ندارم تظاهر کنم. همه یک جور لباس پوشیده ایم و کسی را بر کسی برتری نیست. چون هیچ کس پول نقد همراه ندارد، طبعاً از رشوه گرفتن هم خبری نیست. شما که غریبه نیستید. من همیشه عاشق یک زندگی ساده و بی دغدغه بودم که حالا خدا نصیبم کرده است. ای کاش مرده به دنیا آمده بودم. دلم نمیخواد از زندگی در دنیای مرده ها تعریف کنم، چرا که میترسم مردم برای مردن عجله کنند و برای زندگی خود ارزش قائل نشوند. البته نترسیدن از مرگ تاریخ مرگ آدم را جلو می اندازد. دلم می خواهد فقط بگویم که نگران حال مرده های خود نباشید و اگر جرأت و قدرت دارید فکری به حال خودتان بکنید. در ضمن مرا از دریافت هر گونه هدیه معاف کنید، زیرا در اینجا بدان صورت به چیزی احتیاج ندارم و آسایش اموات از هر جهت فراهم شده است. هر روز یک عده تازه وارد به صف انتظار می پیوندند و عده دیگر که پروندهشان تکمیل شده به بهشت و یا جهنم وارد می شوند. بنابراین تعدادمان هیچ وقت ثابت نیست. برخی از این تازه واردها می آیند و سراغ اجداد خود را می گیرند که طبعاً آدرس دقیق در جهنم و یا بهشت در اختیارشان قرار داده می شوند. یک عده دیگر هم با خانواده خود می آیند. چندی پیش مردی آمد پیش ما و یک هفته بعد همسرش به جمع ما پیوست. علتش را پرسیدیم. گفت بدون شوهرم زندگی لطفی نداشت. و سرانجام کسانی هم هستند که ترجیح می دهند همیشه با دوستان خود باشند. این عده دوست دارند حتی به هنگام مردن هم دوستان
و یا همسلولی های خود را همراه داشته باشند. در بعضی مواقع تازه واردها با بدنی کبود می آیند. وقتی علتش را می پرسیم حقیقت را نمی گویند. خیال می کنند ما خریم. ما می دانیم که این عده قبل از مرگشان تصادف کرده اند و یا دست کسی تصادفاً به آنها خورده است. نمی دانم شما زندان تشریف داشته اید یا نه. وقتی تازه واردی وارد زندان می شود همه دوروبرش را می گیرند. اولین سوال این است: چرا تو را آوردند اینجا؟ و یا چقدر برایت بریدند؟ در بین اموات همچنین رسمی وجود دارد. اولین سوال مرده‌ها از نورسیده‌ها این است که چطور آمدی؟ طبیعی یا مصنوعی؟ شب قبل 230 نفر را یک جا آوردند. می گفتند عجل هواپیما باعث سقوط آن شده و تمام سرنشینان نیز قربانی شدند. تازه واردها معمولاً توی عالم خودشان هستند و بیشتر از مرگ وحشت دارند. ولی زود، خیلی زود به محیط عادت می‌کنند. بعضی‌ها از کرده خود پشیمان و گروهی به گذشته خود می‌بالند. شب قبل زن و شوهری را آورده بودند. طبق معمول علت مرگشان را پرسیدیم. گفتند که پروندهشان رفته دادسرا و نتیجهش را بعداً اعلام خواهند کرد. بعد اضافه کردند: یک شب زمستان در اتاق نشیمن خود نشسته بودیم که در زدند. در را باز کردیم. دو جوان با سر و وضع بسیار مرتب و با دست گل زیبایی که همراه داشتند به عنوان میهمان وارد شدند. میهمان برای ما همیشه حبیب خداست. چای و شیرینی تعارف کردیم. خوردند و بعد ما را کشتند و رفتند. ما فکر میکنیم عزرائیل آنها را فرستاده بود. شما که غریبه نیستید. عزرائیل بارها ما را به مرگ تهدید کرده بود ولی هیچ وقت او را جدی نگرفته بود. جریان بدرقه آخری خودشان را با آب و تاب شرح دادند و گفتند چقدر جمعیت برای تشییع جنازه ما آمده بودند. باور کنید اکثر کسانی که برای ادای احترام به ما حضور به هم رسانده بودند برای من غریبه بودند. بعضی ها تشییع جنازه ما را بهانه کرده و می‌خواستند آن را به تظاهرات تبدیل کنند که پلیس اجازه نداد. البته همیشه اینطور بوده. یک عده آدم فرصت طلب می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. این تازه واردها بعد اضافه کردند: آخرش هم ما نفهمیدیم چرا مردم گریه می‌کردند. آیا برای ما گریه می‌کردند یا به حال خودشان؟ راستی چقدر برای ما گل آوردند. این عزیزان حتی اگر یک شاخه از آن گل‌ها را وقتی که زنده بودیم به دست خودمان می‌دادند ما بیشتر خوشحال می‌شدیم. ولی از اینکه مردم ما را بر دوش خود راه می‌بردند شرمنده شدیم و واقعاً امکان و فرصت آن را نداشتیم تا از تشییع کنندگان تشکر کنیم. امیدواریم که وقتی ایشان مردند و آمدند اینجا ما بتوانیم جبران محبت‌هایشان را بکنیم. در بین زنده ها دعایی معمول است که میگویند خدا عمرتان بدهد. حال میبینیم که این دعای خوبی نبود. مردم عمر طولانی بکنند که بیشتر زجر بکشند. مگر مرگ چه عیبی دارد؟ عمر اگر خوش نگذرد و با سلامتی، عزت و خدمت به هم نوعان همراه نباشد، یک روزش هم اضافی است. گاهی از شبها می نشینم و با خودم فکر می کنم و واقعا دلم به حال زنده ها می سوزد. تازگی ها به تنها چیزی که فکر می کنم و هنوز نتوانستم جوابی برایش پیدا کنم این است که هدف از زندگی چه بوده؟ آن همه دوندگی ها، بیخوابی ها، تلاش ها، غم کشیدن ها، غصه خوردن ها، زیر بار منت این و آن رفتن ها و ظلم و ستم تحمل کردنها برای چه بوده؟ و آن همه خیانتها، دزدیها، دروغ گفتنها، شکنجهها، توهین و بی احترامی به همدیگر و دهها کثافتکاری دیگر
که انسان در طول عمرش مرتکب می شود به خاطر چیست؟ معمولا روح انسان بعد از مرگ از کالبدش بیرون می رود. ولی نمی دانم چرا روح من ولکن من نیست. انگار روحم از تنم بدش نمی آید. هر قدر به روحم اصرار می کنم که تنهایم بگذارد و دنبال سرنوشت خودش برود قبول نمی کنم. روح من بد جوری به من عادت کرده است. همیشه دوروبر من مثل خود من سرگردان است. نمی دانم شاید هم هیچ جاندار دیگری قبولش نمی کند. راستش من هم به روحم عادت کرده بودم. بالاخره یک عمر مرا تحمل کرده و در بدبختی های زندگی همیشه با من بوده است. از سرپرست مرده ها یک مرخصی 24 ساعته خواستم تا به همراه روحم به زندگی سابق خود برگردم و دوستان و دشمنان را از حقیقت مرگ آگاه سازم. اجازه ندادند. گفتند در مدتی که به پرونده شما رسیدگی می شود ممنوع الخروج هستید. ولی من فکر می کنم از آن ترسیدند که بروم و بر نگردم. متاسفانه سرپرست ما نمی داند که من به مردن خود افتخار می کنم. ای کاش زودتر مرده بودم و یا مرده متولد شده بودم. اما نه، اگر آنقدر در زندگی زجر نمی کشیدم حالا قدر مرگ را نمی دانستم. گاهی که حوصله‌ام سر می رود دزدکی به همراه روحم یک سری به زنده ها می زنم. جالب این که من همه را می بینم، حرفایشان را گوش می دهم و بدون ویزا و گذرنامه به همه جای دنیا مسافرت می کنم. متاسفانه هیچ کس مرا نمی بیند و صدای مرا نمی شنود. دیروز سری به خانه خودم زدم. بچه هایم چقدر بزرگ شده بودند. زن با وفای من زیر سرش بلند شده و دخترم چشم مرا دور دیده و شبها دیر به خانه می آید. با خودم گفتم اگر دستم به تو برسد حسابت را می رسد. پدر سوخته. بعدش با خودم فکر کردم بگذار کیف کنند. طول عمر و لذت بردن از زندگی برای همه کوتاه و محدود است. تازگی ها وقتی روحم را صدا می زنم پیدایش نمی کنم. فکر می کنم شیطانی می کند و در غیاب من به جان جاندار دیگری حلول می کند. در این صورت مجبورم به تنهایی به خواب کسانی که دوستشان دارم بروم و تا هنگامی که در خواب هستند با آنها باشم و وقتی هم که بیدار می شوند من هم به دنیای مرده ها برمی گردم. گاهی هم دلم از تنهایی می گیرد. همش به این دل خوشم که عشق اول و آخرم روزی برای همیشه به دیدنم خواهد آمد و زندگی دوباره ای را از نو شروع خواهم کرد. یادم می آید وقتی با هم بودیم انقدر احساس آرامش می کردم که گویی تازه از مادر متولد شدم. در اینجا میگویند که انسان امکان دارد زندگی دوباره‌ای داشته باشد ولی زمانش را نمیگویند. فکر میکنم منتظر هستند وقتی که همه مردند این برنامه را به اجرا بگذارند. من تصمیم گرفتم اگر قرار باشد دوباره زنده شوم و دوباره در نقش یک انسان انجام وظیفه کنم فقط به خاطر خودم زندگی کنم و مواظب مادر، پدر و عشق اول و آخرم باشم. اینجا که من هستم در حقیقت دوراهی بین جهنم و بهشت است. در اینجا جهنم و بهشت را میتوان به چشم دید. دیروز از میان میله ها مادرم را در بهشت دیدم. چقدر جوان و زیبا شده بود. از کاروبارم پرسید. گفتم دارم خاطره‌ای برای زنده ها مینویسم. گفت فرزندم حالا که مرده ای باز هم دست از این کارهایت بر نمی داری؟ آخر تو چه می خواهی و کی می خواهی آدم بشوی؟ می ترسم نوشتن کار دستت بدهد. به هر صورت قبل از خداحافظی می خواستم یادآور شوم که از مردن نترسی. کیفیت زندگی به کمیت آن می چربد. در اینجا در جمع اموات کسانی را می شناسم که با
با کشف خود هر روز صدها بیمار در سراسر دنیا را تسکین می دهند و حتی آنها را از مرگ نجات می دهند و یا شاعران و نویسندگانی در جمع مرده ها وجود دارند که مردم از خواندن نوشته هایی که به یادگار گذاشتند لذت می برند. من شخصا به زندگی این مرده ها رشد می برم و فکر می کنم کلمه مرده در مورد این افراد صدق نمی کنم. در پایان می خواستم به دوستان و دشمنان عزیزم بگویم که می دانم که همه شما را دیر یا زود در اینجا خواهم دید. تا آن موقع سوراخ سنبه های بهشت و جهنم را یاد گرفتم و نمی گذارم به شما بد بگذارم. فقط یادتان نرود که در اینجا کارنامه زندگی تنها معرف شخصیت شماست. منتظر دیدار شما هستم. لطفاً زیاد طولش نده. از دفتر خاطرات یک مرده، خاطره شماره 3. اگر خاطرتان باشد، در خاطری قبلی که از صف انتظار بین جهنم و بهشت برایتان ارسال داشتم، از زندگی بعد از مرگ سخن گفتم و از وضع تازه واردها و از سرگردانی روح خودم نوشتم. در آن هنگام پرونده زندگیم در حال بررسی بود و من ممنوع الخروج بودم. حتما خودتان درد انتظار را کشیده اید و می دانید که چقدر مشکل است. ممنوع الخروج بودن از همه دردها بدتر است، زیرا تمام اعمال، رفتار، حرف زدن، غذا خوردن و حتی توالت رفتن فرد ممنوع الخروج تحت کنترل مأموران است. یک خلاف کوچک در صف انتظار بین جهنم و بهشت کافی است تا مرده را به حبس ابد با اعمال شاقه در جهنم گرفتار کند. درست به همین خاطر بود که سعی کردم در صف انتظار دست از پا خطا نکنم، در تظاهرات شرکت نکنم، کار به کار کسی نداشته باشم و از کمبودها و بی‌عدالتی‌ها هم انتقاد نکنم. چند شب قبل هوس کردم که به خواب عشق اولم که سخت بیمار است بروم. می‌خواستم بدانم چرا اینقدر طولش می‌دهد. پزشکان چقدر به او وقت دادم. میخواستم دلداریش دهم، بگویم که نگران نباشد، مرگ درمان خیلی از درد هاست. میخواستم به عشقم بگویم که انواع سرطان ها، زخم ها و بیماری های مختلفی که پزشکان هنوز نتوانستند علاج آنها را پیدا کنند با مرگ به آسانی علاج پذیر است. به هر صورت وقتی از عیادت نازنینم بازگشتم و داشتم خودم را در قبر جا می دادم، بچه ها داد زدند: ماموران، ماموران. فهمیدم که انتظار به پایان رسیده است. شما که غریبه نیستید، هنوز که هنوز است با شنیدن کلمه مامور موهای بدنم سیخ می شود. من از ماموران هیچ وقت دل خوشی نداشتم. همین ماموران در بدبختی هایم و در جلو انداختن تاریخ مرگم سهم بسزایی داشتند. یادم می آید بیشتر اوقات زمانی که در یکی از خیابانهای بغداد دارو، وسایل پزشکی و بهداشتی می فروختم، مأموران به بهانه سد معبر مرا می گرفتند و به کلانتری محل می بردند. البته بعضی مواقع وسط راه به توافق می رسیدیم و ولم می کردن. چقدر ماموران قدرت داشتند. وقتی زنده بودم آرزو داشتم من هم روزی قدرت داشتم تا می توانستم حق خود و دیگران را بگیرم و درد مردم را دوا کنم. همیشه دوست داشتم که قدرت آن را داشتم تا حق ماموران را کف دستشان می گذاشتم. در هر صورت مأموران وارد شدند و مرا دست و چشم بسته به اداره نگهبانی جهنم برده تحویل دادند. در آنجا بعد از کنترل بدنی برای چندمین بار با من مصاحبه کردند. این بار بازپرس عزیزم جوانی بود کم سن و سال.
او لیست بلند بالایی را جلوی من گذاشت و از من خواست که اتهامات وارده را تایید و لیست را امضا کنم. اتهاماتی که روحم هم از آنها بیخبر بود. واقعا رویم نمی شود بعضی از آن اتهامها را برایتان بنویسم. وقتی که مردید و آمدید اینجا دم گوشتان می بودم. پرسیدم آیا خودت معنی این اتهامات را می دانی؟ آیا این لیست را خودت تهیه کرده ای؟ گفت این لیست اتهاماتی است که برای همه محکومان ثابت است و تمام جهنمی ها باید قبل از ورود به جهنم آن را امضا کنند. اگر نخواهی امضا کنی یا خودم از طرف تو امضا می کنم و یا تو را مجبور می کنم تا تمام اتهامات وارده را قبول کنی. من مأمورم و معذور. وقت ارزش دارد. من فقط 2 دقیقه وقت دارم تا تو را محکوم کنم و تحویل جهنم دهم. بلافاصله لیست را امضا و از بازپرس عزیزم به خاطر همان 2 دقیقه‌اش و نیز به خاطر اینکه مرا از آخرین صف انتظار نجات داد تشکر کردم. و چون این بود که مرا به جهنم واصل کردم. اول از همه می‌خواستم شما را از وضع جهنم آگاه کنم. همه شما بعد از صف‌های مختلف انتظار به بهشت یا جهنم خواهید رفت. اگر واقعاً اهل بهشت هستید، بد نیست بدانید که در جهنم چه می‌گذرد و جهنمی‌ها با چه کمبودها و مشکلاتی دست به گریبان هستند و اگر تقدیر چنین است که به جهنم واصل شوید، دیگر چه بهتر؟ شما اطلاعات دست اول درباره منزل ابدی خودتان را خواهید داشت. مرا می‌بخشید که اجازه ندارم آدرس دقیق جهنم را در اختیار شما قرار بدهم. زیرا فکر می‌کنم رعایت نکردن مقررات در جهنم هم خالی از دردسر نباشد. جهنم شهر بزرگی است که به اندازه 10 برابر گنجایش خود سکنه دارد. از جمعیت جهنم آمار دقیقی در دست نیست. در تابستان هوای آن گرم و آلوده است و در زمستان آلوده و سرد. جهنم همانند هر شهر بزرگ دیگر جنوب و شمال دارد. گویا مرده‌ها را بر حسب میزان گناهان آنها تقسیم بندی کردند. قسمت پایین جهنم معمولاً مرده‌های بدبختی هستند که چاره‌ای جز سوختن و ساختن ندارند. ولی شمال نشین‌ها که میزان گناهانشان سبک‌تر است وضع بهتری دارند. همین شمال نشین‌ها به طریقی با مأموران روی هم ریختند و هر غلطی که بخواهند می‌کنند. جهنم دارای مأموران زیادی است که عدالت جهنمی را به مردگان تحمیل کرده و مسئول نظم و ترتیب و اجرای دستورات رئیس جهنم می باشد. مأموران جهنم 24 ساعته کردار و رفتار مرده ها را زیر نظر دارند و دهان همه را بو می کنند. بعضی از مرده ها سعی بران دارند که قانون جهنمی را خوب رعایت کنند تا خود و خانوادهشان گرفتار نشوند و جمعی دیگر از مرده ها هم به سیم آخر زدند. از اوضاع جهنم انتقاد می کنند. در تظاهرات شرکت کرده و اعلامیه و شبنامه های دیگران را پخش می کنند. نه از زندان ترس دارند و نه از مأموران هراس. من نمی دانم این عده وقتی هم که زنده بودند اینقدر جرأت و شهامت داشتند یا اینکه اوضاع جهنم آنها را نترس بار آورده است. این عده عقیده دارند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و سعی می‌کنند تا اوضاع سیاسی و اجتماعی جهنم را برای خود و دیگران تغییر داده و آن را به بهشت تبدیل کنند. ولی از آنجا که این کار به نفع مأموران و رئیس جهنم نیست، گردانندگان جهنم که عده‌شان کم هم نیست با تبدیل جهنم به بهشت سخت مخالفت می‌کنند.
و به هر قیمتی که شده میخواهند جلوی آن را بگیرند تا بیکار و قبر نشین نشوند. کسی که جهنم را میچرخاند فکر میکند که کار پرمسئولیتی دارد که فقط خودش میتواند از عهدهش برآید. روی این اصل میخواهد تا آخر عمرش در این مقام بماند. او در قسمتهای بالای جهنم مسکن گزیده و محافظان زیادی دارد. رئیس جهنم القاب مختلفی هم دارد و مرده‌ها اجازه ندارند اسم او را بدون چند لقب در جلو و عقب اسمش یاد کنند. رئیس جهنم در تمام نقاط جهنم نماینده و خبرچین دارد که اطلاعات اجتماعی و سیاسی را در اختیارش قرار می‌دهند. لابد تعجب می‌کنید و از خودتان می‌پرسید که مرده‌ها را با سیاست چه کار است؟ باید خدمت شما عرض کنم که جهنم هم مثل هر سازمان یا وزارتخانه بزرگ دیگر احتیاج به سازماندهی و مدیریت دارد. هر روز هزاران نفر وارد جهنم می شوند و هر کدام برای خود خانه ابدی، رفاه، امنیت و سرگرمی نیاز دارند. به عنوان مثال، آیا فکرش را کرده اید که چقدر وسایل برای مجازات جهنمی ها مورد نیاز است؟ آیا اگر انتظاماتی در کار نباشد و قدرتمندان جهنم را در کار خودشان آزاد بگذارند و جلوی ظلم و ستم را نگیرند، جهنم را روی سر دیگران خراب می کنند؟ آیا فکرش را کرده اید که بودجه جهنم از کجا تأمین می شود؟ برای تأمین اقتصاد پیچیده جهنم باید سیاست داشت و از سیاستمداران جهنمی کمک گرفت. من نمیدانم، ولی فکر میکنم بعضی مواقع هم جهنم کسر بودجه دارد. من شخصا رئیس جهنم را هیچگاه ندیدم، ولی از عکسش که در معابر عمومی و تمام اداره ها به فراوانی یافت میشود، آدم بدی به نظر نمیرسد، ولی از باطن او خبر ندارد. فقط خدا از باطن همه با خبر است. تماس گرفتن با او تقریبا غیر ممکن است. من خودم چند پیشنهاد برای بهتر شدن وضع جهنم داشتم و می‌خواستم آنها را با رئیس جهنم در میان بگذارم که نشد. با خود فکر کرده بودم که شاید رئیس جهنم واقعا نمی‌داند که این مأموران و شرایط غیر قابل تحمل جهنم روزگار مرده ها را سیاه کرده. میخواستم به رئیس پیشنهاد کنم که این ماموران را مرخص کند، کار مردگان را به خودشان واگذار کند، به درد و مشکلات مرده ها برسد و آزادی مرده ها را در جهنم هم تأمین کند که پدر سوخته ها اجازه شرفیابی ندادند. در جهنم هم بدبختی آوردم که ماموران دست از سر کچل من بر نمیدارند. گاهی با خودم فکر میکنم آیا این مأموران مأمور از مادر متولد شدند و یا احتیاج آنها را مأمور کرده است. در جهنم هم مشکلات، محرومیت ها، شکنجه و زندان وجود دارد. در اینجا هم اختلاف طبقاتی هست. کسانی که از اوامر رئیس جهنم بدون چون و چرا اطاعت میکنند طبعا از رفاه اجتماعی و قدرت بیشتری برخوردار هستند. راستی تا یادم نرفته بگویم که عده‌ای از ساکنان جهنم که وضع مالی خوبی داشتند و دستشان به دهانشان می‌رسید و راه و چاه را هم بلد بودند، توانستند از کوه‌ها و دشت‌ها عبور کرده و خود را به بهشت برسانند و از بهشت تقاضای پناهندگی کنند. این عده از متقاضیان پناهندگی در بهشت خود را سیاسی و مخالف رژیم جهنم جا زدند و در تقاضانامه خود نوشتند که اگر از جهنم فرار نمی کردند در آتش جهنم می سوختند و بدین سان خودشان را از مشکلات جهنم خلاص کردند و در بهشت از یک رفاه اجتماعی نسبی و مطلوب برخوردار شد. وقتی این موضوع به گوش سایر ساکنان جهنم رسید، هر کسی که در جهنم
پای فرار و یا چیزی برای فروش داشت به حراج واقعی گذاشت و یا در اختیار قاچاقچی‌ها و دربانان جهنمی قرار داده و نهایتاً با خر و اسب راه بهشت را در پیش گرفت. این روزها ظرفیت بهشت تکمیل شده و از هیچ جهنمی پناهنده قبول نمی کنند. دلیلشان هم این است که پناهندگانی که از جهنم فرار کرده اند حداقل سالی یک بار برای پوز دادن سری به جهنم می زنند و در آنجا از دوستان و دشمنان خود که بنا به دلایلی در جهنم ماندگار شده اند یا پای فرار نداشته اند دیدن می کنند. البته فکر نکنید همه آنها که در بهشت ساکن شده اند از رفاه اجتماعی بهشت راضی هستند. نه، بعضی از انسانها را حتی بعد از مرگ هم نمیتوان راضی نگه داشت. از دیدن بعضی از مردم در جهنم واقعا تعجب کردم. کسانی را در جهنم دیدم که یک عمر مردم را از جهنم میترساندند و همیشه لعنت به شیطان میفرستادند. حالا خودشان آمدند جهنم و با شیطان هم پیاله شدند. کسی هم نیست که از این عده سوال کند که اگر جهنم بد بود پس چرا اکنون خودتان اینجا هستید؟ فکر میکنم این گروه از مردم میخواستند زرنگی کنند، هم از توبره بخورند و هم از آخر، که موفق نشد. در جهنم از هر قماشی و از هر نژادی یافت میشود. روی این اصل در جهنم امنیتی احساس نمی کنم. من در جهنم چیز تازه‌ای ندیدم. عده‌ای به ایش و نوش مشغولند، گروهی در آتش می سوزند، برخی به دنبال قدرت هستند و عده زیادی مثل پرندگان بال شکسته یارای پرواز ندارند، ولی آرزوی پرواز را همیشه در دلهای پرغصه خود زنده نگه می دارند. در اینجا با خیلی ها سلام علیک دارم، ولی به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد. در جهنم هم مانند زندگی قبل از مرگم تنها هستم و موفق نشدم همدم دوست و غمخواری برای خودم پیدا کنم. نمیدانم، شاید هم عیب از خودم است که نمیتوانم با جهنمی ها کنار بیایم. به هر صورت شرایط زندگیم قبل از مرگ با همه نارسایی ها و دردسرهایش بزرگترین حسنش این بود که مرا برای پذیرفتن جهنم آماده کرد. واقعا نمیدانم در این مورد باید از چه کسی و یا گروهی سپاسگزار باشم. بخش سوم، رساله های طنز. نویسنده مبارز. اولی، حالا چرا میخواهی نویسنده شوی؟ مگر نمیدانی که تازگی ها ثابت شده که نویسندگان عمر کوتاهی دارند؟ دومی، چرا؟ خوب هم خبر دارم، ولی در این اواخر عمر خیلی دوست دارم کسی مرا بکشد یا ترور کند. اولی، مگر دیوانه شده ای؟ به چه دلیل به این فکر افتاده ای؟ دومی، دلایل زیادی دارم، از جمله اینکه یک شب معروف می شوم، اسمم را در تمام روزنامه های داخلی و خارجی ثبت می کنند، در تشییع جنازه‌ام هزاران نفر شرکت می کنند، احتمال اینکه تشییع جنازه‌ام را به تظاهرات کمبود برق، آب، نان و آزادی تبدیل کنند زیاد است، عکس و سرگذشت زندگیم را بزرگ کرده بین مردم توضیح می کنند. در آینده امکان دارد کوچه بن‌بستی را به اسمم ثبت کنند. با بازماندگانم مصاحبه تلویزیونی می کنند و از من قهرمان می سازند. کتابهایم نایاب شده و ناشرم به نوایی می رسد. عنوان نویسنده مبارز نصیبم خواهد شد و بالاخره مرد پرستی آیین دیرینه ماست. روح و جسم. روح و جسم با اینکه همکاری نزدیکی با هم دارند،
ولی هر کدام به طور مستقل عمل می کنند. هر ماه یک بار یک تخمک از تخمدان زن خارج می شود و به امید بارور شدن و زندگی دادن به راه خود ادامه می دهد. تخمک فقط 24 ساعت وقت دارد تا به هدف خود که همان اسپرم باشد برسد. بعضی ها عقیده دارند که تعداد ارواح در دنیا محدود است. به بیان دیگر ارواح پیوسته از انسانی به انسانی دیگر، از حیوانی به حیوانی دیگر و از حیوانی به انسانی دیگر و یا برعکس کوچ می کنند. در هر صورت اگر تخمک و روح هم دیگر را پیدا کردند، نطفه‌ای در رحم زن به وجود بیاید. مدت 9 ماه و 9 روز در حقیقت دوران نامزدی روح و جسم است. در این مدت این دو وقت دارند تا همدیگر را خوب برانداز کنند و به خصوصیات هم آشنا شوند. اگر هر دو از همدیگر خوششان آمد و از هم راضی بودند، بعد از 9 ماه و 9 روز یک نوزاد سالم متولد می شود. جنس نوزاد بستگی بدان دارد که کدام یک از این دو، روح یا جسم، نقش رهبر را ایفا خواهند کرد. به بیان دیگر کدام بر دیگری حکومت خواهد کرد. اگر جسم و روح به توافق نرسیدند و از همدیگر راضی نبودند، طبعاً نطفه حاصل شده به نتیجه نرسیده و بچه در شکم خواهد مرد. اگر جسم مایل به جدایی باشد و روح اجازه ندهد، بچه ناتوان و بیمار متولد خواهد شد. و اگر روح تمایل به همکاری نداشته و نتواند جسم را برای مدت 9 ماه و 9 روز تحمل کند، مادر مجبور است روح و جسم هر دو را یک جا سقط کند. سرانجام اگر روح توانست خود را در قلب تخمک جا دهد و هر دو به وجود هم افتخار کردند، آنگاه نوزاد چاره‌ای ندارد جز اینکه زندگی را با گریه آغاز کند. در دوران کودکی جسم و روح به ماه عسل می روند. نمی دانم شما ماه عسل تشریف برده اید یا نه. ماه عسل دوران خوشی و بیخبری است. حرف از عشق و عاشقی و امید است. در بعضی از کشورهای دنیا ورود غم و غصه در دنیای زیبای کودکان شرعاً و قانوناً ممنوع است. در دوران جوانی روح و جسم بنابر ملاحظات مختلف تمام سعی خود را می کنند تا یک جوری با هم کنار بیایند. در دوران پیری روح و جسم از همدیگر خسته شدند، همدیگر را قبول نمی کنند و طاقت تحمل یکدیگر را هم ندارند. جسم اعتراض خود را به صورت درد و بیماری اعلام می کند و روح ناخشنودی خود را به صورت حواس پرتی و فراموشی ظاهر می سازد، تا اینکه کاسه صبر روح تبریز شده و جسم را ترک کرده و به کالبد حیوان یا جوان دیگری حلول می کند. زیرا که در ازدواج جسم و روح حق طلاق با روح است. همینطور روح و جسم یک نفر با روح و جسم نفر دیگر کاملا در ارتباط است. انسان وقتی یکی را دوست دارد، دو روح با هم و دو جسم با هم یکی می شوند که در اصطلاح آنها را عاشق و معشوق یا مادر و فرزند می گویند. زمانی که عاشق و معشوق بنابر دلایلی از هم جدا می شوند، روح آنها ولکن معامله نیست و به دوستی و رفت و آمد خود ادامه می دهد و هیچ کسی در دنیا قدرت آن را ندارد که روح دو عاشق را از هم جدا کند، حتی قربت و مرگ. اندر فواید بچه دار شدن. 1. برای به وجود آوردن بچه حداقل چند دقیقه‌ای در زندگی لذت می‌بری. 2. از لیست اجاق کورها بیرون می‌آیی. 3.
تا بچه دار نشوی قدر پدر و مادر خود را نخواهی دانست. 4. حداقل یک نفر به لیست نوه و نتیجه دو خانواده اضافه می شود. 5. گویا در پیوند زناشویی مؤثر است. 6. به خاطر تولد بچه دستگلها و لباسهای بچه گیرت می آید. 7. از سوی دولت هر ماه حقوق بچه به حسابت واریز خواهد شد. 8. اگر در سوئد زندگی میکنی به خاطر بچه دار شدن حداقل یک سال مرخصی با حقوق به تو تعلق میگیرد. 9. به خاطر کودک از سرویس مجانی اتوبوس استفاده میکنی. 10. جنس بچه فرقی ندارد. در بعضی کشورهای دنیا از روزی که بچه توانست روی پای خود بایستد می توانی از او کار بکشی یا سر کارش بگذاری تا کمک هزینه خانواده شود. 11. یادگار خوب و بدش بعداً معلوم می شود. از خود باقی می گذاری. 12. احتمال اینکه در جوانی سرطان سینه بگیری کمتر است. 13. به خاطر بچه دار شدن از سلامتی نسلی برخوردار می شود. 14. بهشت را زیر پای خود قرار می دهی. 15. روز مادر هدیه گیرت می آید. 16. اگر بیمار شدی کسی هست که تو را به بیمارستان رسانده و به دنبال وسایل جراحی و دارو تمام خیابانهای شهر را زیر پا بگذارد. 17. اگر به زندان افتادی حداقل کسی هست که برایت سیگار بیاورد. 18. وقتی همسرت به مسافرت یا به خانه ابدی رفت تنها نیستی. 19. به هنگام مرگ نگران قرضهای خودت نباش. فرزند تو برای شادی روحت مجبور است با هر جان کندنی که شده قرضهای تو را پرداخت کند. 20. بعد از مرگت داراییت اگر داری سگخور نمی‌شود. 21. فرزند یا فرزندانت به هنگام مرگ جناب عالی می توانند برایت مجلس ترحیم برگزار کنند به شرطی که با تو قهر نکرده باشند، در زندان نباشند، در مورد محل، تاریخ و مخارج کفن و دفن و مجلس ترحیم به توافق اساسی رسیده باشند، از مرگ تو با خبر شوند، توان مالی کافی داشته باشند، به کشور دیگری پناهنده نشده باشند و اداره مربوطه اجازه برگزاری مجلس سوگواری را صادر کنند. توضیح: برای بچه دار نشدن به کتاب اندیشه واژه‌ها از همین نویسنده مراجعه شد.